با پدرش به باغ بالای کابل آمده است. الهه 12 ساله اینجا برای تفریح نیامده، بلکه برای این آمده که از شهر کابل عکس بگیرد و به جهانیان نشان دهد که مردم کشورش چی میگویند. دشاد بتو که برد به افغانستان اطفال خادبا برد زد چی دختر چی پسر یا چی خادب چی برد فرق نمیکنه به او بزدگی نشان میدم که چقدر با زندگی و با جنگ مبارزه میکنن و با زندگی خود را پیش میبرن. پدر الهه حکیم مظاهر از عکاسان شناخته شده در افغانستان است. او در 2 سال اخیر عکسهای زیاد تحت نظر پدرش گرفته. الهه در این عکسها تاثیر جنگ و فقر بر زندگی کودکان همسن و سالش را به نمایش میگذارد. بعضی از عکاس که در مورد اطفال که اطفال چقدر با دشواری با کارای شاق رو بیارد یا میتونه کمک کنه بخاطر تمام مردم و کسایی که دشوار بیتی ببینه که حتی اطفال اینا با مشکلات جنگ مبارزه میکنه. پدرش میگوید که به هنر الهه امید زیادی دارد، اما به گفته او به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته که عکسهای او را چاپ کند. ما تا جایی که امکانات دارم و تا جایی که بتونم برش زمینه را فراهم کنم تلاش میکنم که الهه به آرزایش برسه و قله رفیع از علم و دانش و پیشرفت دست پیدا کنم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف این دختر 12 ساله افغان را امسال به عنوان کودک فعال و برتر افغان شناخته است. برخی عکس‌های الهه چند روز پیش در یک نمایشگاه اتحادیه عکاسان افغان و یونیسف نیز به نمایش گذاشته شد. دو نفر از خارج از کشور بود که یکی فرانک از طریق موبایل یا اینترنت عکس‌ها را دیده و نمره میداد. ما در دفتر یونیسف که در کابل است در اونجا رفتیم و عکس‌ها را دیدیم و در عکس‌ها را از 1 الی 10 نمره دادیم. برخی کودکان افغان به مانند الهه در حال برای پیشرفت و حقوق خود کار می کنند که در حال حاضر حدود 3 میلیون کودک از رفتن به مکتب محروم هستند.